نظرسنجی ها در آمریکا همچنان نشون میده جو بایدن از ترامپ جلوتره. خیلی ها معتقدن با پیروزی بایدن ایران و آمریکا اندکی از اختلافاتشون کم میشه و برخی دیگه معتقدن تفاوتی ایجاد نمیشه. ظریف وزیر امور خارجه اخیراً در گفتگویی به تفاوت مهمی بین بایدن و ترامپ اشاره کرده. ظریف گفته هر دوی اینها علاقه‌ای به جمهوری اسلامی ندارن، اما بایدن میدونه که آمریکا توان سرنگونی نظام رو نداره. برعکس اون، ترامپ یا این موضوع رو نمیدونه و یا اون رو به سمت جنگ با ایران هل میدن. در نتیجه اعتقاد بایدن، اون به سمت اقداماتی که ترامپ به اونها معتقده حرکت نمیکنه. ظریف گفته در دوره‌ای که بایدن سناتور بوده بارها با اون ملاقات کرده و روحیات اون رو به خوبی میشناسه. همزمان ظریف تاکید میکنه که تجربه و تخصص لازم برای وزارت امور خارجه رو داره. چنانکه پذیرش پست وزارت خارجه از سوی اون بعد از 35 سال تجربه در پست‌های مختلف دیپلماتیک بوده. از اظهارات ظریف چنین برداشت میشه که در صورت پیروزی بایدن امکان تعامل ایران و آمریکا وجود داره. اون با تکیه بر تجربه دیپلماتیکش گفته سیاست علم شدنی هاست. اون به صراحت گفته اگه وزیر امور خارجه بمونه تا سال آینده میتونه اتفاقات خوبی برای کشور و مردم رخ بده. با این حال اون این موضوع رو به توقف سنگ‌اندازی‌ها در مسیر اون در وزارت امور خارجه مشروط کرده. طبعاً نمیشه انتظار داشت که با این تغییرات همه معضلات پیش روی کشور حل بشه. اما اگه چنین اتفاقی رخ بده، فرصتی وجود داره که میشه بخش زیادی از مشکلات فعلی کشور رو حل کرد. هنوز مشخص نیست بایدن یا ترامپ کدام یک در انتخابات پیروز میشن. اما اون چه مسلمه اینه که حرکت در جهت منافع ملی کشور یک پیش شرط داره و اون هم دست کم عدم سنگ اندازیه.